در این لحظات با خود مهمانی داریم، جناب محترم قاری صاحب عبدالکبیر ایدری، قاری بین المللی کشور عزیزمان افغانستان با ما در برنامه است. در رابطه با دستاوردهای اخیر جناب ایدری صاحب صحبت خواهیم کرد، اینکه چه کارهایی را انجام دادن. جناب ایدری صاحب خوش آمدین، صبحتان بخیر. صبحتان بخیر قاری صاحب. سلامت باشین. منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و خدمت همه بیننده های تلویزیون جهانی آریانا. ان شاء الله صبح خوش را آغاز کرده باشم. در خدمت شما. تشکر جناب ایدری صاحب. آنچه در اواخر انجام دادین میشه و جزئیات بپردازین به بیننده های خوب ارجمند آریانا؟ ایدری صاحب عرضم به حضور شما که الحمدلله برنامه قرآنی و دینی ما که چون همی رشته ماست و در کل بگویم که افتخار خدمت داریم به ملت در ارتباط با برنامه های دینی و قرآنی در سطح جهان که الحمدلله حالا گفتم میتونیم یکی از دستاورده بزرگی که در اخیر بود در ارتباط با مو یک مسلمان کانادایی دکترا داشتند در لغت انگلیسی، شان مسلمان شدن و آمدن در الازهر مصر، پانتون الازهر مصر آمدن و گفتن من میخوام یک خدمت ماندگار را به جهان اسلام انجام بدم که چی کار باشه. باز اموجه البته علمای بزرگوار و اساتید الازهر برشان پیشنهاد کردند که شما از صدای بسیار خوب برخوردار هستین و چون رشته شما هم خود ادبیات لغت انگلیسی است، اگر بتونید قرآن تحت نظارت اساتید الازهر مصر و شما معلوم است که پایگاه الازهر مصر کاملا مجزا نسبت به همه بگویم کشورهای اسلامی، یعنی برنامه یک منهج خاص را به خود داره که حالا اگر قرار شود که یک چیز به سطح جهان مبره او باید ولو قرآن باشه و یک آیان باشه باید چک شود تحت نظارت اساتید و چی ترجمه قرآن باشه. بر اساس از این تحت نظارت 4-5 پروفیسورای مصری ضبط شده و 3 بار گوش شد دوباره و تصریحش یعنی اجازه نامیش در سطح جهان داده شد که این با تلاوت جناب استاد رئیس قاری جهان اسلام دکتر معصراوی پیوست شد خب. یعنی یک جا کردن با صدای از او بزرگوار. بعدش من سفر که داشتم یک سال قبل به مصر بله یک درخواست را ما یک پیشنهاد را کردم گفتم آیا از ما امکان داره که با این دستاورده بزرگ چون در سطح جهان است مبرای و همه مسلمانان از این میشنان مخصوصا به شما معلوم جوان های امروز بیشتر علاقه من لسان انگلیسی هستن و شایقین ماشاءالله زیاد شده الحمدلله زیاد هست و ما را گفت ما یک مدت یک پروسه وار داره شما متلاوت ترتیل کاملتان را تقدیم بکنید ببینید چی میشه و خوشبختانه حالا عزیز که امو ترتیل را که ما در آریانا ضبط کردیم خب امو ترتیل ما تقدیم کردم برشان گرچه کجا باید ترتیل ما پس دوباره چک شوه ما بازم با دوستان میگم ترتیل را که ماه رمضان پخش شد یعنی نه چک خودم بوده تا حالا و نه چک اساتید بزرگ جهان اسلام که اساتید مصر هست او فقط چون هم دفتنی ثبت شد تا هم دفرام تا او چک کامل نشد ان شاء الله قراره که امسال بخیر او اگر پخشم شوه از طریق تلویزیون جهانی آریانا ان شاء الله زنده باشیم بزرگوار هستن اما چیزی که باید بدل خود ما باز او چک شوه او ان شاء الله مونده علی وجود هست دیگر زن به حضور شما ثبتش باز خوش کردن خیلی گفت ثبتش خوب است دیگه حالا ما اینو میگذاریم به حساب که اساتید بزرگ چی روی تلاوت شما گاهی امکان داره امکان پذیر است با اول لسان انگلیسی که شده باز فکر میکنم بعد از ما یک نفر از کویت است قاری بزرگ جهانی کویت است و یکی هم از قطر است بله. دو نفر دیگر هم اجازه نامه اجازه داد سومین نفرش ما بودم خب در جهان ایر اجازه دادم نفر سوم به شما اجازه دادش که الحمدلله یعنی با گرافیک کامل نه. بخیر شاید یک 3-4 ماه بعد وارد افغانستان بخیر شود و خوشبختانه در ارتباط با می چون اجازه نمیشه در سطح جهان گرفتم اما خب به شما معلوم است که هر چیز مصارف داره عالمی که گرافیک جور میشه و پس دیویدی ها چاپ شود در سطح مسلمان ها قرار بگیره مشکلات ما دایی بود که خوشبختانه که خانم های افغان ما که در آمریکا هستن چون خوشبختانه یعنی از طریق تلویزیون مخصوصا بیشتر آریانا را دیگه اونا میبینن بله آریانا در آمریکا اونجا بیشتر بله. باز ما تماس گفتن ما جمله علاقمندان شما هستم خانم مرضیه براتی گفته که با ما چی امر خدمت باشی در سوارد بزرگ در سطح جهان مخصوصا ما که نیاز داریم و به لسان انگلیسی از ما اطفال ما نمیفهمند تا لسان مادری خودم من مکاتبشان به انگلیسی است اینا بازو خانم در ارتباط با 2000 دانه دی وی دی اش که چی شوه یعنی کپی شوه و دسترس قرار بگیره اونا هم 2000 تا دی وی دی را کپی کردن فعلا به اسپانسر وارد کردن امور مصارفاتش اینا را خودشان دیگه عرضم به حضور شما که گرچه او کاری که انجام شد ما تالا به لسان خودم و شما دری و پشتو
نبر آمده بود. ما بعد از امو مشوق شدم، گفتم بیان که مسئله این دری و پشتو را هم آغاز کنیم. حالا مستقیما نمیگم دیگه، باشه یک دستاورد بزرگ است که بخیر دری هم در میرم از آن تمام میشه بخیر و پشتوش هم، یعنی هم دری هم پشتو، هم دری و پشتو هم یک جایی دستاورد. ان شاء الله ببینیم که همین چیز نیاز بوده و از بخش انگلیسیش ارتباط میگیره و تمام جهان اسلام و بخش دری و پشتو که لسان های ماست دیگه او ارتباط میگیره و خود ملت ما که او را انشاءالله زیر کار است. مصیفت های در این روزا اموطن های ما که دیگر کشورهای خارجی می باشن اونا امو به گفته شما قاری صاحب که بلسان انگلیسی بیشتر بلدیت می داشته باشن، خوب است با اونا که میشه که اونا بخوانن. خیر از لسان انگلیسی دیگه به کدام لسان ها تصمیم دارین قاری صاحب؟ دیگه آره فعلا امو لسان ترکیه هم یک پیشنهاد شده و من از مردم مسلمان های ترکیه، چون ما این بارک رمضان دعوت بودم ترکیه، رسمی دعوت بودم از طرف خدای که والی های ترکیه. دیگه چند روز پیش بازم که مسلمان هایی که موجه بودن گفتن که قرار شده که ترتیل برسان ترکی ما داریم، یعنی وایسش دارن، هم صداش دارن، صرف صدا مسئله پیوست کردن است که کمک کار مشکل است، آیت آیه باید پیوست شد. دیگه اونو بخیر انشاءالله آیسته آیسته ما فکر میکنم که میشه، اما چون کار قرآن یک کار بزرگ است، زمانبر و زمانگیر هست. بله، نیاز به وقت هست. ایدریس پیشتر گفتین ازم ترجمه که مسلمان کانادایی ترجمه کرده به زبان انگلیسی، اگر موافق باشین نوار کوتاه تصویری را تماشا بکنین در می بخش. همکاران عزیز اگر خب با هم میبینیم دوباره ادامه صحبت ها با جناب قاری صاحب عبدالکبیر ایدری، قاری بین المللی کشور عزیزمان افغانستان، صحبت را ادامه خواهیم داد. و پیش از اینکه همین نواره ببینیم جناب حیدری صاحب، اینا تازه مسلمان شدن بعدش چی کار کردن یا نه؟ اینا تازه مسلمان شدن، تازه مسلمان شده بودن و گفتن میخوام یه خدمت بکنم که هم گناه هایی را که ما انجام دادیم والا بله مدت. بسیار با هم میبینیم این نواره تصویری کوتاه. في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن القرآن أنيس. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن يو نور دي لإلهي أنوارات وسخا نور بدي عصماني كتاب باندي دلا دير بوهاوي أو پام لرني لبارد قرآن كريم بش برسط دي ترتيل پابنا دي جناب معظم شيخ عبدالكبير حيداري بدير خكل يوزغلا راخ کون که غد دی استاد عبدالرحمن مؤمن لغگیزی سوتیش برا سرا پا انگریزی جبا چی للا کانادا سخا دی بش پر شوی دی پا دا سی حال کی چی منتاج پا دیر لور کیفیت سرا دی مصر پا هیواد کی دی ماهر و او تخصص لرون که استادان و تر نظر لاندی تر سرا شوی دی ادوانی ورد دا چی دا دمرا لوی لاستر آورانا البته پا دی دول او بنی سرا پا نرهی که شاید دیر کم ساری ولری و دا سال کی چی پا نړیواله سطح سره یې د لومړی ځل لپاره د ثبت او خپرولو ویاړ د افغانستان د مسلمانانو په برخه شو، چې مبارکي د زړه له کومې د نړۍ ټولو مسلمانانو خو په ځانګړي ډول د افغانستان شریف نجیب او ویاړلی ملت ته د زړه له کومې ډالۍ کوم. هیله من یم چې دا لوی او عظیم اثر د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره ګټور مؤثر او اغیزمن تمام شي. وما علينا الا البلاغ. يرفعني عند مليك الخلق لاعلى الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the merciful, the compassionate. حميم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. The revelation of the Quran is from God, the Almighty, the All-Wise. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. We did not create the heavens and the earth and all that is between them, except in truth, and for an appointed term. And those who disbelieve turn away from what they are warned of. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Say, have you considered what you invoke other than God? Show me what they have created of the earth
or have they any portion in the heavens? Bring me a book before this, or some remnant of knowledge, if you are truthful. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise be to God, the Lord of the Worlds. Ar-Rahmanir-Rahim. The Merciful, the Compassionate. Malik Yawm al-Din. Master of the Day of Judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone do we worship, and you alone do we turn to for help. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide us to the righteous way. Sirat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. The way of those on whom you have endowed your grace, not the way of those who earn your wrath, nor of those who go astray. ادامه این برنامه خوش آمدین. البته نوار تصویری کوتاهی را تماشا کردین از ترجمه قرآن کریم که یک مسلمان کانادایی که تازه به دین اسلام رو آورده و مشرف شده و مسلمان شده اینا را ترجمه کرده که خداوند متعال هم یک استعداد خارق‌العاده‌ای به این فرد داده، یک صدای بسیار گیرنده‌ای به این فرد داده که شما هم شنیدین و در کل همه امتیازات برمیگرده به جناب قاری صاحب عبدالکبیر ایدری، قاری بین ملی کشور عزیزمان افغانستان که یک افغان قهرمان است که امروز در دنیا مطرح هست و اجازه ازیرا داره که قرائت بکنه در سطح جهان و فرد سیوم هست در جهان که خودشان هم پیشتر قرائت کردن و گفتن و اشاره به ای داشتن. استاد میشه ازی بگیم که چرا ای باید سپانسر شوه و کی ها ای کار باید بکنه؟ از مصارف هم پیشتر یاد کردین چون به سطح جهانی پخش میشه و مسئله بین المللی هست نه ملی. عرضم به حضور شما، البته اگر دولت در ارتباط اهتمام داشته باشه اینا مربوط دولت میشه. بله. چون این کار شخصی ما نبوده که انجام دادیم، این یک کار است که مرتبط میشه به خود ملتم و خود خاکم و با شما دیدین که هم بلسان انگلیسی و جسم نشته میشه و هم بلسان صاحب عربی صاحب افغانی در آخرش اضافه بله. میشه این دستاورد مرتبط میشه و حتی اجازهش به نام افغانستان برامده. بله. از حالا دولت خب کاملا فلج است. در ارتباط ایش نوه کدام توجه هم نداره و نداشته و نکدام امید از دولت است. لذا ما به خاطر پخش و نشر ازی بخوایی نخوایی هر چیز یک سرمایه تا حتی نیاز است در حتی برنامه دینی و اسلامی باشه. حالا شما بینید اگه تاریخ مطالعه شوه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ببینید خانمش تمام ذخایر و او سرمایه را که داشت وقف کرد به خاطر تبلیغش که بله. بیشتر مثلا تبلیغش خوبتر انجام شد. بله بی خدیجه تو کبرا. لذا در هر برنامه دینی هم اتو نیست که قاری قرآن هیچ چیز نیاز نداره. همه چیز فدای گفتنگان تا دین ایده دینم نگفته. لذا تا این حد ما توانستیم که به حمد الله استعداد ما بود که خدمت را انجام بدیم. بعد از ایش که به خاطر پخش و انتشار از این گفتم که ما لسان دری را هم داریم که فعلا در جریان ثبت هستیم به حمدالله و لسان پشتو را هم، لذا ما نیاز داریم به اسپانسرها، یعنی کسایی که ما را همکاری بکنن در ارتباط با این که این مثلا گرافیک شوه و دیویدی شوه و پخش شوه در سراسر دنیا بیشتر. لسان انگلیسی که تمکین شده باز قاری صاحب این لسان پشتو و دری گفتین در جریان ثبت شده هستین، تونست کارهایش تمام نشده و این مصارف گرافیک و این همر تا به حال شما عجیب خود پرداختین یا مصارف که داشته؟ شک درش است. ما از همین سفر مصر این برنامه ایزی که تمام شده جزانامیش اینا رو کلش تا حد که مصارف نیاز بود کل ملت افغانستان میدانه که تا امروز ما از هیچ شبکه از هیچ جای تا فعلا پول نکس وقف کرده بر ما و نه تا حالا کس حاضر شده که تو پول را بیای اختصاص بده در ارتباط با برنامه دینی و قرآنی. حالا ما امیدم نیستم از دربار پروردگار چون کارهای قرآن تا این حد که شده خودشان خود قرآن پیش میبره کامل. اما لذا از ما و ما علیه الا البلاغ، پس لذا با ما نیاز است که باید ابلاغ بکنیم بگوییم که ما نیاز داریم در برنامه دینی اگر کس مدد برنامه دینی ما او برنامه اساس که ماندگار می باشد در تاریخ افغانستان. حالا یک برنامه قرائت و مسابقات و چیزا است ولی بعضی کارهایی که ماندگار سو در جهان اسلام ماندگار می ماند نیاز داریم. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم اگر یک تقاضای دیگه هم از شما صورت بگیره جناب استاد، گرچه پیشتر هم نوار باید در اخیر پخش میشد، باز هم بسیار تشکر می کنم از همکاران عزیز ما که البته به ادامه
ادامه امو نوار تصویری کوتاه پخش کردن. اگر باز هم در این لحظات تلاوت آیات چند قرآن کریم از زبان شیرین و رسای شما استاد شنیده شوه و برنامه ما بیشتر رنگین در شوه و نورانی شوه خوشحال خواهیم شد. ببخشید که چون اول صبح صدا کمه. بسیار عالی، سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا وأمور الحاضرين وأمور الغائبين وأمور المسلمين خيرا وصلى الله تعالى على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاک الله ماشاءالله. از حضور شما جناب ایدری صاحب در برنامه صبح زندگی شبکه جهانی آریانا خیلی ممنون، سپاسگزار هستیم. شما سلامت باشید. خوش آمدید.